فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساکه شب و روز در قفای دل است. صفای دل خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توضیح داده شد که امر یا دستور و حکم اون هاست یا حکومت و رهبری اون هاست، و صحبت در این بود چه کنیم، چگونه امر اون ها را یاد، برای زنده نگاهداری امر اون ها تعلیم و تعلم، ذکر و تذاکر و مذاکره، تظاهر و تلاقی، این سه تا مطرح بود. عناوینی که در روایات متعدد بود، یکی دو سه تا از مضامین آنها تظاهر و تلاقی رو داشت. ببین میگه تظاهر و تلاق و فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، دلها زنده میشه. زنده دلی یعنی چی؟ دل زنده یعنی چی؟ خاصیت دل زنده چیه؟ یه موجود زنده رشد میکنه، داد و ستد دارد. دل مرده نه رشد میکند نه توسعه پیدا میکند و نه میدهد و نه میگیرد، یعنی که سلیم نیست الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم قلب زنده است که رشد کرده، محبتش توسعه پیدا کرده، غضبش توسعه پیدا کرده، غضبش طبیعی نیست، غضبش مسبوق به رحمت است. یعنی اگر غضب میکند از عشق برمیخیزد غضب، نه زیغ فافیه و تنگیه حوصله. احیاء لقلوب کن، زنده دلی هست، دل زنده رشید میشه، موسطه حوزه این دل، حوزه گسترده تری میشه، محدود نیست. گفتم ما اونقدر دلهامون کوچک است که خودمان رو در بر نگرفته است. اگر از به خودمان میاندیشیم به اندازه لقمه و اکلهی هست که داریم، چیزی که میخوریم و میاشاییم، مابقی وجود خودمون، ذهن ما، فکر ما، قلب ما، روح ما، عقل ما، مابقی درجات وجودی ما همه تراموش شده و مغفول هستن. خیلی لحاظ ما کوچیکه، همه وجود ما زیر این لحاظی ما، خودمون بر خودمون مشتمل نبودیم. خاصیت سومی که در معاشرت هست، پس این زنده دلی نکته بود، وسعت قلبی یک مسئله هست، نتیجه همین حیات قلبه. مسئله سوم شناخت نقطه ضعف ها. شما تو معاشرت ها هست که کم بودا و تصویر خودتون رو میشناسید. آدمی تا در تنهایی خودش هست هیچ مشکلی رو نمیبینه، تا راه نیفتاده مشکلی نداره. نقطه ای بود که یکی از رفقا میگفتم، گفتم تو سرعت های زیاد میبینیم لرزش های کم خطر آفرینه. مثلا میدارم تا ما بقیه بچه بودیم تو همین اون طرف جاون، تو اگه ماشین بود جیب بود زنجیرش میکردن این جلو خونه که از آقایی میذاشتنش، بیش جیب بیچاره بود هیچ سر صدا نمیدن. ما بچه های شروع بودیم، این رو میگرفتیم راش میداختیم تو جوب میفتاد بیرون رو میشونیم، فرمونش هم بسته بود، اون خب دور میزد هر کارش میکرد یه دوری برای خودش میزد، البته گاهی تو جوب میفتاد بیرون میشونیم. یعنی همه فرمانش رو که میترخوندن انحرافش یه دور محدود، ولی تو سرعت‌های بالا، تو سرعت نور، یک دهم ثانیه انحراف و لرزش، چقدر انحراف تو این سرعت‌ها. و
بعد من یه جمله‌ای بگم، سرعتی که انسان پیدا میکنه اصلا قابل مقایسه دست وجودیه. میگن رسول اکرم تا اون آسمان‌هایی که رفتند و بازگشتن هنوز حلقه در جنبشش را دست نداده. میلیاردها سال نوری، میگن ستاره هایی که با ما فاصله دارن میلیاردها سال نوری بالاتر بالاتر، میگن اینها همه زینت آسمان اول هست و آسمان ها نسبت به هم دیگه خیلی توسعه و گستردگی بیشتری. دنیا اگر این بست وجودی نیاد، این معراج، این گسترش وجودی انسان نیاید و حضور تو با همه پدیده ها شکل نگیرد، این مسیری نیست که رفت و برگشت داشته. احاطه میکنه بست وجودی تو. ما نقطه ضعف هامون رو تو یه چنین شرایطی باید بفهمیم. گفتم اون استاد ما میفرمود که شیطان یک کبر کرد، رجیم شد، سالهای سال عبادت کرده بود. آدم یه حرص داشت، رجیم شد، فحوش پیدا کرد. پسر آدم یه بخل داشت، بعد مبتلا به حسد شد، بعد به قتل شد. یونس یه شتاب داشت، ذهب مغاضبا فذل لن نقدر علیه فنادقه بود. یوسف یه توجه به دیگر خب خودخور نیم درسته فلب سفت سجن به درسته نیم نه سال زندانی شد. چه زنوبیه تو چه شتاب هایی که این کم ها. بعد اون استاد من میگم ما که جامع و شرائطی من هم داره همه اینا رو با هم داریم، ولی با چمونم نیم خدا رحمتش میکنه. این به خاطر اینکه ما همه راه نیفتاد، ما راکبیم، ما سنگ راهیم. راحت کنم شما رو تو این عالم موندن گندیدن هست، رفتن با شتاب برداشتن. خدا حتی بگید گله خدا اینه که حالا طولانی هم بشه مهم نیست، حالا دیگه نمیشه گله خدا اینه فلقت حمل عقبه. چرا تو گردنه ها با شتاب نرفت؟ نه اینکه حالا تو شیب های موافق سر نخورد، نه فلقت حمل عقبه. اون توقع داره، اون میدونه چه تقویم و ترکیبی داشته. اگه آورده اول خط گذاشته، ولی توقع داره اون برود با مرکب معرفت، برود با مرکب محبت، برود با مرکب عمل، برود. اگر نشد با بلا برود، نشد با عجز برود، نشد با اعتصام و توسل به او برود. خواه اون آقا باید زاهی باید هست. پس موندن گندیدن است و رفتن سوسی و کهولت بر نمی دارد. شتاب بکن تو شتاب هم لغزش ها تنگی می شود. بس خیلی که در معاشرت و ملاقات هست این که نقطه ضعف های کوچیک ما بزرگ میشه. یه جمله تو دعای مکارم هست، مکارم الاخلاق، میگه خدای من از تو میخوام حلیه متقین و زینت متقین رو به من عنایت کنی. این دو خصوصیت هست، یکی استکثار الشر، یکم استقلال الخیر. میگه خدای من خوبیامو کم ببینم. استقلال یعنی قلیل شمردن، کم دیدن، و بدیها رو زیاد ببینم. اگر خوبی رو زیاد ببینیم قانع میشی، میمانی. اگر بدیها را هم کم دیدی مهم نمیشناسی، کاری نمی کنی، باز درمانی نخواهی کرد. ولی اگر به عکس شد، یعنی تو بدیها رو زیاد شمردی و خوبی ها تو کم دیدی، اون موقع میزاید خوبی های دار برای شر استقلال نسبت به شر. اون دیگه کم نمی آمد، مدام فعالیت میکنی و کار زیاد خودت رو با توانایی میسنجی میبینی کمه. من شوخی نیست این حرفای جرس میکنم، مثلا نیست که به خودمون بگیم مثلا ما کم کار کردیم، نه، واقعیت دو تا چهارتاست. من اون چه کردم نسبت به توانی که داشتم صفر بدهکارم، به دلیلی که همین منی که میخوام برم برای یه مؤمن یه قدمی بردارم با 100 تا عصا و تسبیح تا دم در نمیرم، هم بدونم یه گرگ اومده تا 15 کیلومتر میدوه. چی شد این قدمی کردم؟ منی که برای یه مؤمن حاضر هستم 50 درهم قرض کنم، وقتی پسر خودم، بچه خودم مریض میشه، حاضرم 50 میلیون تومان بگیرم تو ببرمش اسپانیا، نمیدونم اون طرف تو گوشه چشم شد چه بکنم یا چه نکنم. چی شد؟ مگر نمیدونم. خدا به اندازه توان ما از ما میخواد، نه به اندازه دارایی ما. خیلی فرق کرد، خیلی فرق.
اگر من ملاکم دارایی باشم بگم ندارم، واقعا هم ندارم، بیا همه رو قرض کرد، حالا 100 میلیارد هم داشته باشم الان ندارم، هر طور هم خدا میدونه. بس توانایی تو ملاکم. گفتم اون پیرزه در دربند از ثروتمندای تهران امکاناتی گرفته بود و اینا داده بودن به ریش او، بعد بهش میمرد اینا دور برش بلندن که آقا میده چیزی باقی نمیده. بعد این هم بزرگوار اش چشماشو پر کرده ازش میپرسن چی؟ میگه من حساب میکنم الان در محضر رسول خدا وارد میشم، من میگم تو میتونستی بارهای برداری، اینها به تو میدادن و تو ذلیل نمیشدی، چرا کوتاهی؟ من چه جواب بدم؟ من دارایی نبوده ولی میتوانستم بگویم. این نقطه ضعفای ما تو این زمینه ها حل و فصل میشن، ولی ما واقعیت هم میده وقتی به خودمون نگاه کنیم میگیم خیلی ما کارمونو کردیم. کجا کارمونو کردیم؟ من یه بحث بود تو بحث دعای مکارم، 5 تا عامل بود که نشون میداد که انسان حتی اگر تمامی توان خودش رو به کار بگیره باز کم آورده. یه جمله بود ولا تحدث لی اذن ظاهرا الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی بقدرها، در من یه عزتی رو زیاد نکن و نعمت و امکانی رو به من نده الا این که به همون موازات در من ذلتی را آورده باشی که من بیرون نشم. گفتن این شوخی نیست، آدمی مقایسه میکند اون چه رو که داده با اون چه که میتوانسته. یه آمد آدم رو به حدی میسته که زیادی های عملش رو کم میبینه. آدمی خودش رو با خوبان مقایسه میکند، دو با سر رفتن راهی که حسین عزیزان حق با سر رفتن، ما حاضر نیستیم توپ خاطر با هم داریم، حاضر نیستیم بخزیم، ما با بدها مقایسه کنیم خودمون رو. کاری که علی اصحابش رو میکرد، میگم شما رو من حاضرم با اصحاب معاویه صرف کنم، صرف درهم به دینار، تحت شما رو بدم یکی از اونها بگیر. اونها در باطل خودشون پابرجان، شما در حق خودتون سوگاهی میکنید. من با فاحشه ها خودش رو میسنده کمه، اونا برای هیچی میزنن، با مادرای ضعیف میسنده میکمه، اونا برای فرزندشون چه ها که نمی کنن. گفتم با خدا درگیر میشم، پس با توان خودت، با خوبها با بدها، با اضطراری که در هنگام اضطرار ما پیدا میکنیم محاسبه میکنیم، در هر مرحله یا مراحل وقت محاسبه کنن انسان حس میکنه ضعفای خودش و این خاصیت معاشرت ها تظاهر ها و تلاقی ها. گفتم انسان در تنهای خودش روشن فکری را، علم را، آگاهی را به دست می آورد، ولی روشندلی در معاشرت ها دل روشن بشه، دل زنده بشه، زنده دلی، روشندلی تو معاشرت ها و برخورد ها، آدم تو این داد و ستت ها کم و تسکیر خودش رو احساس می‌کنه. باز در تظاهر و تلاقی هم ذکر احادیث بود، هم احیاء هم بود. یعنی شما زمینه‌ای برای حکومت معصوم، برای ولایت معصوم، برای صاحب الامر خواهید داشت. این همه گفتم نکته اساسی که ما بهش اشاره کردم. وقتی که شما یه موقع شما رو مستقیما به میگن آقا غذای بیار من استفاده کنم، یه موقع میدونن تو کاهلی نمیجنبی، میان دورترین فاصله ای که با غذا هست، گندمی که میخوایی بکاری، بذری که میخوایی بپاشی، میگه رحم الله، خدا رحمت کنه کسی که این بذر را بکاره. گفتم این نوع گفتگو نشان میدهد که ما در برابر معصوم چقدر سرکشیم و نشان میدهد که ما چقدر فاصله داریم تا اختیار هم داریم. این فاصله های دور رو گفتم از موجودی ما نخواستم، آدم بر نداشت. یه تعبیر دیگه هم پس عناوینی که بود تظاهر بود، زیارت بود، تلاقی بود، تظاهر و تلاقی بود. یه عنوان دیگه هم عنوان التقا بود، مثل الاخوین اذا التقیا مثل الیدین تقتل احداهما الاخرى. دو تا برادر وقتی به هم برخورد میکنن مثل دو تا دفتر، پشت و پس همدیگه رو میتوانن بگیرن، نقطه ضعف های همدیگه رو میتوانن بگیرن. یک دست تو تنهای خودش به تمامی زوایای خودش نمیرسن. معاشرت ها این خصوصیت داره، از ما خواستن التقا و برخوردتون رو زیاد کنیم. تو این التقا هست چه آماده سازی. خب این مباحثی که جنبندی حرفای پراکنده بود و روایاتی که خونده شده بود روشن شد. عنواناش عنوان تلاقی بود، عنوان تجاور بود، عنوان ترکیب این دوتا بود، التقا هم بود.
مجموعه اینها با آثاری که هر کدوم داشت عرض کردم، مثلا زیارت 5-6 تا اثر داشت، تلاقی چند اثر داشت، التقا آثار متفاوتی داشت، تذاکر و تلاقی هم. همینطور همه اینها مقدمه برای اون مرحله از اجتماع هستن که عامل چهارم احیای هم ده. سبب اجتماع هم با زیارت و مصافحه و معانقه و نمیدونم دیدارها فرق بیشتری هست. در اجتماع وقتی یک و دوتا نیست، ترکیب‌های گسترده‌تری شکل می‌گیره. تا به حال این بود که من در روایتی بود، همین روایت در اصول کافی بود، که وقتی دو نفر با هم مصافحه می‌کنن، سوم اینها ملکی است که برای این هر دو استقبال و بیان می‌کردن که وقتی با هم مصافحه می‌کنید با چه کیفیتی، وقتی می‌خواید جدا بشید با چه خصوصیتی باشه. حالا ببینید تو روایت با مصافحه مراجعه کنید ببینید اینها دست منفعلی. این زمینه سازی‌ها، این آماده سازی ها، این سازندگی ها، این شناخت های نقطه ضعف های ما باعث می شود که بتوانیم متجمع بشیم. این تعبیری بود که در اون روایت مطرح شده بود که در اجتماع شما، این عامل چهارم بود، اجتماع کم احیان درده بتونی که هم دیگه جمع بشید. الان ما دو نفر، سه نفر، چهار نفر که میخوام جمع بشیم درگیر داریم. من یه داستانی بود از دوره های سابق، از تو ذهنم بود، مثلا با رفقایی بود جمع شده بودیم، معاشر بودیم، اینها تا ازدواج نکرده بودن یه مرحله از مشکلات بود، خب آموخته شدن. بعد از ازدواجشون خب مردان بزرگ و نیرومندی هم بودن، توی خونه کوچیکی که بود مثلا تو همون سمت یوشو بود، دامنی 6 تا رجل شجاع از 6 تا زاویه این خونه بیرون میومد، یا از هر گوشش مثلا همسری داشتن. اینجا بعد از اجتماعشون انسان رو حس میکرد مشکلات زیادتر میشد. تا حالا خب خودشون بود و هم آموخته شده بودن، بعدا بحث زنهای اونها بود، در اینکه نمیدونم شامپوی تو حمامو کی مصرف کرد، کیسه رو کی برداشت، کتککاری کردن همدیگه رو زن نفت. این مرحله هم حل شد، یعنی این نقطه ضعف تو تجمعشون شناسایی شد و حل و فصل شد. دست مسافر از دستن تو سفر درگیری ها بیشتر شد، اتاق محدود بود، امکانات کم بود، یه فلوس سر خیلی بود شکست، اون رو کتککاری شد و بعدم دوباره آموخته شدن به همسیان که آدم بعد ها میدید تو همین جمع خدا شاهده نورهایی رو میدید، خدا رحمت کنه بعضی ها رو گزشون شهید شدن به ملحق شد. خدا شاهد جوانی که از زندگی مرفه خودش جدا شده بود، از آبادن نمیدونم کجا کشیده بود آمده بود، این نماد تجاری میخوند به یکی دو تا از رفقاییش که از دانشگاه آورده بود تو حوزه، پول نماد تجاری رو میداد اونا زندگی کنه. این طور بار میشد و هنوز اون دشاشت و انبساط خاطر رو همه دل های انسان رو زنده، همه دل انسان رو زنده. این روزی که میگو فلانی رفته و فلان جا چه کار کرده، میگو بهش گفتن تو چرا اینجوری شد، بابا همه عوض شدن. این واقعا اینطوره، آدم برای اینکه توجیه کنه انحطاط خودش رو همه رو خراب کنه، همه خراب شدن. خب اینکه تکلیف بیشتر میشه اگر این واقعیت داشته باشه، این هست که همه خراب شدن، یعنی پس همه بار روزه چطور؟ حالا اگر 10 نفر باشه 10 تا بار از روزه تو برداشته، اگر میشه بارو به این طور سبب کرد. این مکس شیطان بود. از اون فقط کسایی که خلاص گلهای هستن رو بودن که انسان باور کن برای خود آدم اتمن حجت میشه، میشه اینجور زندگی کرد، تو همین روز هم میشه اینطور زندگی. خلاص اون مراحلی که عرض کردم، ببینید این سیر بحث رو فراموش نکنید. بحث از احیاء امر اهل بیت، ذکر اونها، گفتگوی اونها، نشست اونها، اتجلسون، تو حدسون، تو ذاکرون، میگه من دوست دارم والله این مجالس رو، چون احیاء امر ما. احیاء امر به چیه؟ که آماده بشیم یکیمون بشه دو، جمعمون حاصل جمع داشته باشه. من تو تنهای خودم توانایی دارم، تو هم تو تنهای خودت توانایی هایی داری، وقتی ما دو تا جمع شدیم، بعد این جمع دو نفر بیشتر بشه، حاصل سه نفر بیشتر بشه. ما حاصل جمع نداریم، ما همدیگر رو خونسا میکنیم، مثل گاری که از چهار طرف به اصل نسته باشنده خونسا میشه این نیروها، یا بعد این سخته ها دیگه دیگه در یک جهت نیست. چرا اون نقطه اساسی نیست؟ اون چی که ما رو جمع کرده منافع و منافع محدوده، اما اگر اون چی که ما رو جمع کرده الله باشه، که در اون بحث زیارت ها هم بود،
الله یجمع بیننا بالحق، اگر این تجمع اتفاق بیفته بنبستی نخواهد بود و حول فتحاب لعنی، این جمع بنبستی نخواهد، باختی ندارد، هیچ کدوم باخت ندارد. من گاهی کنار حضرت وری حضرت رضا هستم، من مثلا سر جا دعوا میکنم، من گاهی خندم میگیرم، این جمع جمعیه که منتظرش بهره من میشه، اونی که دعوا میکنه بهش میدن، اونی که قصه میخوره، اونی که کتک میده، به همه میدن، محروم. لا یشقا بهم جنی، در اونجا کسی بدبخت نمیشه. از تمامی مراحل تظاهر و تلاقی و زیارت و التقا مقدمه اجتماع و تجمع، و این تجمع حاصل جمع میخواهد، این تجمع جامع میخواهد، این تجمع و تشکل یه تشکلی که به امر و نهی این و اون جمع جور نشده است، که با امر و نهی این و اون برداشته بشود، اینها را خدا جمع میکند و او از گنبست ها بیرون می آورد. فرق نوع تجمع با نوع تجمع های دیگه متفاوت. گاهی شما جمع هایی دارید که این جمع ها تقسیم کاری دارن، دستور کاری دارن، وضعیت مشخص، تو چه بکن، او چه بکنه، او چه بکنه، او چه بکنه، ولی تو در این جمع جمعی هستی که هر لحظه باید محاسبه بکنی که چه کارهایی شده است، چه کارهایی باقی مانده است. این جمع یه جمع متفاوتیه، یه نوع مدیریت متفاوت، یه نوع تشکل متفاوتی رو به دنبال می‌آورد. این کلکم را و کلکم مسئولون هم رعیته، این خصوصیت جمع اجتماعی بود. خیلی مشکل میشه این تجمع، هم مقدماتش، هم مقارناتش، هم مؤخراتش، خیلی هست. این جمعه که ابو امیرالمومنین میگه من جمعتون میکنم، میگید حالا تابستونه، حالا زمستونه، فرار میکنید، همیشه خب این جمعی که معاویه میخواد با پول جمع میکرد، میخرید، کاری ندارد، با دروغ و فریب و نگنگ میخرید و میداد و میبرد، میخواست هم شیطونی کنم تو لحظه ای که میخواست خونسا بشه میگرد، به نتیجه میرسون. علی میخواد آدم ها با هم جمع بشن، با بصیرتشون، با انتخابشون با هم گره بخورن، با بصیرتشون انتخابشون حرکت بکنن و با عملشون به رفعت برسن، نه اینکه با عملشون کاری از پیش برود، نه با عملی که میکنن اینها پیش برود، اینها رفعت پیدا کنند، اینها ارتفاع روز پیدا کنند. خیلی متفاوت احیاء امر اونها سنگین، ان امرنا صعب مستصعب، با همین نکته اگر تو امر اونها رو خواستی و به خاطر اون امر خواستی گامی برداری، گفتم این خصوصیت اون امریه، هم صعب بار سنگین، اهداف بزرگه، حوزه بزرگه، هم اهداف، هم گسترش، هم رفعت، هم ارتفاع داره، هم وسعت داره، هر دو شده. نعبون طبیعتا مستصعب. امیرالمومنین مسئلهش اینه که سه نفر رو بزنن، عمر رو بزنن، نمیدونم ابوبکر رو بزنن، معاویه رو بزنن، کاری که سه نفر تونستن در یک شب بکنن، هم علی رو بزنن، هم امرئاس رو بزنن، هم معاویه رو بزنن، کاری نبود که نکنه. وقتی تو میخوای آدم ها با بصیرتشون حرکت کنن، لیهنه که من حلکه ان بینه و یهیا من حیه ان بینه، وقتی که میخوای آدم ها با بینه و بصیرت حرکت کنن، تو مقصود این نیست که آدم ها خوب بشون، مقصود این نیست زمینه خوب شدن اونها فراهم بشون. این خوب خیلی سر خون دل من، تو در این کبیر گلی بشکفت، گفتم خیارکم علینکم مناسبه، بهترین شما اونی میشه که با مهربانی بارو برداره، که میگم اینا همه تعبیرها دقیقه. یعنی شما یه موقع بارو برمیدیم همون سنگ رده پرگانه تمام چکر میکنه، طلاقی میفته میشکنه، مثلا اگر روش نوشته باشن شکست زنگه، یعنی با محبت بارو زمین نذاشت، خسته شدی، خسته از اون خودتو خلاص کن، ولی بعد یه بار رو مثل قرآنی میبوسی، بار نسبت انگامی که میخوای ازش جدا بشی، مثل این که از چشمت جدا شد. اینها تفاوته، تفاوت کار ما با دیگران تو همینه که ما هم اگر باری رو برداشتیم، دو قدم که رفتیم میگیم چرا کسی دیگه نیومد، بعد یه کاری میکنیم لغ بخوره بیفته زمین که بیاد ورش داره، با محبت نیست بار کشیم، علیان و کمناکبه نیست. این خصوصیتی که از کلام حضرت زهرا مطرح شد به این بحث
تجمع و بارهایی که در جمع هست، نیازهایی که در جمع هست، مشکلاتی که در جمع هست، فکر کردیم به این جمع. گفتم دوستانی که جمع شده بودن خوب دقت کنید، هر کدومتون یه حلقه هایی از محبت و دوستی داریم، از بچگی آدم یادش میاد، یه دوستای طبیعیه اونا هستن، بعدن دوستای به خاطر کار میشه، به خاطر تحصیل میشه، به خاطر چه میشه، شکل دوستی رو کاری ندارم، ولی وقتی که به یه مرحله از وضعیت میرسیم اینایی که با هم خیلی صمیمی و مأنوسن، بنا میشه 24 ساعت با هم باشن، توی اردو با هم باشن، مشکل پیدا. گفتم خدمتتون ابوینا هم میکردن که یک از بستگانشون تو این بازارچه نجاره قم با یکی از آقایون اینا سالهای سال با هم بودن، شاید حدود 70 سال اینها با هم همسایه بودن، با هم خیلی هم دوست بودن، هیچ مشکلی هم نداشت. یه سفر حج پیش آمد، اون موقع زمان قدیم سر محصر ما هم سراخ بودن و میرفتن برمیشتن، حاج علی جان معروف بود از بستگان خود ما هستن، خدا رحمتشون کنشون. گوه این حاج علی جان با اون دوستش به اصطلاح هر دو اومدن مکه، کنار هم بودن، با هم بودن، سر اینکه کدوم اول قلیون بکشن دعوا شد. خب تا قم بودن و حتی یه قلیون بر خودش داشت، بلاله یه قلیون بود، سر اینکه کی اول بکشه. گفت با هم دعوا کردن به حدی که مصالحه به این شد قلیون از دو طرف سوراخ کردن با هم میکشید. من نمیخوام این رو خیلی روش تاکید کنم، ولی واقعیت اینه ماها توی مقصه هم با هم به احترام هم کلامونو برمیداریم، سلام سلام، هیچ مشکلی نداریم، تعارضی نیست، داد و ستد، این آبمون از توی جوب نمیره، نانمون از یه نانوایی نمیگیریم که بگیم آقا چرا این اول، چرا من دوم، از یه قصابی گوش نمیگیریم، که مشکلی نداریم. ولی از لحظه ای که قلیونمون با هم مشترک میشه دعوامون شروع میشه. گفتم دوستانی واقعا بچه های خوب و با صفایی بودن، بچه های گلی بودن، اینا صحبت از آدم عادی میبرده، وقتی خب اینها تمرین کرده بودن روز مثلا 2 ساعت با هم باشن، با هم برکار، وقتی بنا شد 24 ساعته با هم باشن مشکل شد، بنا شد با خانواده ها با هم باشن، و هر زنی یه جور شب میگفت کله طرف رو میخور، میگفت کلش میذاش تو فرغون، که اون با من چی گفت، این با من چی گفت، تو مرد نیستی، تو خب دعوا پس از اون گفت من مرد نیستم، مثل شب هست من منادی مردانگی و فوتوبر میسوزم، طرف رو میکشید بیرون، واقعا زدن هم دیگر رو، بعدا مثلا گروه میشن جمع میشد اونجا میرفتم بشکنم با اینا مثلا مذاکره کنم، بعد حل شد، بچه دار شدن، مشکل ها اومد. اینا به هم تشکیل کردن به همون نسبت که مشکلات رشد میکنه، ما حفظ ضعفامون رو میشناسیم. اینی که خاصیت جمع رو فراموش نکنیم، از اینکه در جمع مشکلاتمون رو میشناسیم نرنجیم، جمع رو رها نکنیم، مشکلات رو حل کنیم. موقع وقت جمعی میشه که گفتم اگر با اولیا باکشون نیست، به مسئولیت دادن برمیداری ندادن باکت نیست. ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من. خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من، ای دین و ای ایمان من، ای بحر گوهر دار من، ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من. ای شب روان را مشعله، ای بی دلان را سلسله، ای شب روان را مشعله، ای شب روان را مشعله، ای بی دلان را سلسله، ای بی دلان را سلسله، ای شب روان را مشعله، ای بی دلان را سلسله، ای یار من، ای یار من، ای یار بی زنهار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار.
یار من، ای دل برا دلدار من، ای محرم آغم خار من، ای دل برا دلدار من.